رنگ عالم شد سیاه در جهان عاطفه پیراهن غم شد سیاه در غمت پیراهن این شهر کم کم شد سیاه چون که بالاتر نداشت چون که بالاتر نداشت در میان ماه ماه محرم شد سیاه سلام عرض میکنم خدمت یکایک یک بینندگان تلویزیون جهانی هادی و برنامه خودتان برنامه به وقت بیداری خوش آمدیم فرارسیدن ماه محرم ماه پیروزی خون بر و شما دوستای عزیز بینندگان عزیز و تمام شیعیان و مسلمانان جهان تسلیه می میکنم امیدوار هستم که در این روزها و در ایام محرم تاعت و عبادات شما مقبول درگاه حق قرار بگیره خب در برنامه به وقتی بیداری با موضوع زمینه ها و عوامل قیام امام حسین علیه السلام در خدمت شما هستیم و این موضوع به خاطر فرارسیدن ماه محرم انتخاب شده امیدوار هستیم که از این موضوع استفاده لازمه بکنیم خب دوستای عزیز همکارای ما نمبر واتساب برنامه را زیرنویس میکنم من اینجا دخانش میگیرم امید دارم که انتقاد و پیشنهاد که اگر داشته باشین برای ما ارسال کنین ما خوشحال میشیم که از نظرات شما استفاده کنیم مثبت 964 780 255 413. منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم خب با موضوع برنامه زمینه ها و عوامل قیام امام حسین علیه السلام در خدمت شما و کارشناس و محترم برنامه هستیم من به ایشان خوش آمد میگیم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ساجدی و از ایشان میخوایم یک صحبتی سلام علیکی که چما دستای عزیز داشته باشه تا برنامه را شروع کنیم بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه خودتان با دستای عزیز یک سلام علیکی داشته باشین تا برنامه را شروع کنیم تشکر از لطف شما بسم الله الرحمن الرحیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین باز این چه شورش است که در خلق عالم است باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است باز این چه خیز عظیم است که از زمین بی نفخ سور خواست تا عرش اعظم است در بارگاه قدس که جای ملال نیست سرهای قدسیان همه بر زانوی خم است عرض ادب و سلام محضر وجود پر خیر و نور منتقم خون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و سلام بارس کربلا حضرت بقیت نور صاحب العصر و زمان و عرض تسلیت به مناسبت حلول ماه محرم و خدمت شما شنوندگان بینندگان و عزاداران سید و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام و جنوای مشتبای عزیز خدمت شما و دستن در محترم این برنامه و این برنامه تلویزیونی ارزشی هم تسلیت میگیم هم عرض سلام و ادب انشاءالله بتانیم یک برنامه خوبی را در راستای این بحثی که مطرح کردیم در خدمت شما و بینندگان با کرامت باشیم ان انشاءال. خب واجقا برنامه رو سوال شروع می‌کنیم با اولین سوال در رابطه با زمینه ها و عوامل قیام امام حسین گپ میزنیم اولین سوالی که برای من مطرح هست این است که چرا در زمان امام حسین چرا در زمان حکومت یزید این قیام باید اتفاق بیفته چه علتی داشته و چه علت باعث شده که در این زمان اقیام قیام شکل بگیره تشکر از لطف شما حقیقتا شاید بعضی وقتها همی پرسش با گناه های مختلفی مطرح بشه که بنا. چرا در زمان معاویه این قضیه اتفاق نیفتاد دو طرف هر دو مورد بررسی است معاویه و یزید امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهما و حتی چرا حسین ابن علی علیه السلام در عهد معاویه این قیام را شکل, شکل نداد و حتی در بیعت با معاویه حسین ابن علی علیه السلام تعصی کردن به برادر بزرگوارشان امام حسن مجتبا علیه آلاف و تهیت و سنا یکی شخص معاویه است و شخص یزید و یکی شخص امام حسن و شخص امام, امام حسین صلوات الله علیه ما. اما در رابطه با امام حسن علیه و فتیت و سنا ما یک مرور دقیقی در وقتش که موضوع برنامه نیست ولی بنوان یک مقدمه لازم هست اشاره بشه یک مرور دقیقی به صلح امام حسن باید داشته باشه ممکن بود اگر حسن ابن علی علیهم السلام دست به قیام بزنه یعنی زیاد خصوصیت فرد معاویه و یزید این دوتا خیلی مطرح نبود زمان ایجاب میکرد که اگر امام حسن مجتبا علیه السلام با اینی که همون ممکن چالش ها و مشکلاتی که در زمان یزید بود در زمان معاویه هم کم و بیش بوده باشه این... اگر امام حسن دست به قیام میزد و صالح نمیکرد ممکن بود امروز من و شما در اینجا گفتمان بحث ما اصلا چیز دیگری بود ممکن بود حتی مورد نقد امام حسن را قرار بدیم که معاویه که ادعاهایی داشت بنی امیه و بنی سفیان ادعاهایی داشتند اینها اعتقاد داشتند که ما حکومت داری را بلدیم از یکی از صحبت هایی که همیشه حتی در میان کلام ابو سفیان مطرح می شد به عنوان سرپرست اینها و بزرگتر اینها این ای بود که خطاب به بنی امیه مطرح می کرد و بارهای قضیه را مطرح میکرد که اگر حکومت به دست ما میرسید و اگر حکومت به دست ما برسد ما قطعا اجرای عدالت را بلدیم اجرای حاکمیت ارزشی را بلدیم حتی ابو سفیان در یکی از صحبتهای خودش به بنی امیه خطاب میکنه که مواظب باشید حکومت را به همدیگه پاس بدین نه. حتی اشخاص مهم نیست خیلی تعبیر عجیبیه تعبیر عبی صوفیان و عنوان پیر اینها و چهره شد بشه گفت متفکر اینها میگه که قدرت را پاس بدن به هم دیگه بله. و اجازه ندین قدرت از دست شما بره حتی اگر فردی از شما در ایبین قربانی شود مهم نیست قدرت از بنی امیه خارج نشد خب اگر امام حسن صلح نمیکرد ممکن بود شما به عنوان یک کارشناس و یا یک نقاد امروز در این برنامه مطرح بکنی که امام حسن قیام کرد و اجازه نداد به بنی امیه و ای بسا بنی امیه میتونست او ادعاهایی که داره پای او ادعاهای خود است صلح امام حسن ایجوری تعبیر کنم بینندگان عزیز صلح قیامی بود در حقیقت شاید مناقشه در این تعبیر باشه اما گاهی وقتا انسان در الفاظ چاره نداره صلحی به عنوان مقدمه یک فریاد یک فرصتی ایجاد شوه تا که مردم بفهمه که حکومت دست مثلا اونطوری که که حالا ابو سفیان میگفتن یا حکومت داری که که ابو سفیان و معاویه در نظر داشته او حکومت داری اسلامی نیست و اینا نمیتونن او حکومت داری اسلامی را انجام بده دقیقا حتی جالب فراتر از حکومت داری اسلامی حتی در یک صحبتش معاویه در معاویه این یعنی تا صحبت ابو سفیان را میگفتیم در یک صحبتش معاویه میگه که من برای این نیامدم که مسائل دینی را اجرا بکنم من فقط آمدم بر شما حکومت, حکومت کنم خب خیلی خوب کسی که ادعا داره حکومت میکنم یعنی ارزش ها یعنی توجهات به مردم یعنی مردم مهوری این مطالب را باید دقت بکنه و توجه بکنه بله و صلح امام حسن علیه و السلام زمینه را برای قیام ایجاد کرد پس سوال مشخص شد چرا حسین ابن علی در زمان قبل ای کار نکرد حتی اگر زمان امام حسن می بود ای کار نمی کرد؟ و در زمان خاص خود حسین ابن علی را ما می بینیم قیام میکنه به خاطر ای که فرصت را امام حسن ایجاد کرد بله. و یک فرصت ایجاد شده بله. و شرایط و مشکلاتی که که بودن نتونستن و این فرصت داده شده تا که مردم بفهمن که که شیوه بله. حکومت داری ماویه اشتباه است بله. بله. خب دوستای عزیز یک میان برنامه میبینیم باز در استدیو در خدمت شما هستیم تا ادامه برنامه رو داشته باشیم یک میان برنامه ببینیم و پس بیم خون حسین میدهد این پیغام من کشته شدم تا زنده بماند اسلام زین رو فقط شرط حسینی بودن انجام فرایز باشد و دوری از حرام خب مرام ما حسین برای حد پوشیده و پنهان نیست همیشه مرام خود در طول مسیر راه حسین از مکه و طرف عراق بیان کرده و برای حد پوشیده و پنهان نیست دوشن کرده که حسین امام حسین اشاره به حلال حرام داشت و با تعطیل شد بودن حدود الهی داشت. این با اینها اشاره میکرد میگفت حدود الهی تعطیل است. به حلال و حرام عمل نمیشه. فساد در جامعه استورده شده. نور محمدی در شرایط خواب شدن است. فضیلت و یک تاپرستی اعتبار خود را از دست داده. من میخوام اینها را زنده کنم. امام حسین میفرمود این اسلامی که یزید دارد اسلامی من نیست. اسلامی جدی من نیست. من میخوام اسلام جدی خود را برای جامعه معرفی کنم. اعلان قیام امام حسین استادگی در برابر ظلم و ظالم بود و امام حسین علیه السلام با قیام خود میخواست این درس به بشریت به جهان بده که تا زمانی که هر جایی که ظلم باشد باید در مقابل استادگی کرد و هیچگاهی تن به ظلم و ظالم ندهید از او جایی که آقا میرال مومنین از دورانی که در خانه, خانه نشین شده بودند از اون موقع گرفته دوران غریبی امام حسن مشوال سلام و دوران خود امام حسین علیه السلام دورانی بوده که یک تعدادی به نام مسلمان اما فرانسال خواستن با دست هایی که از بیرون اداره می شده نام اسلام نام فرانسال مسلمان بودن و اسلام را خلاصه زیر ببرن و فرانسال فساد و فحشا و امثال اینا را بالا بیارن خب از او طرف دیگه هم بحث خود نامه هایی بوده که فرانسال بظاهر مسلمان ها یا خلاصه در کل مسلمان هایی که بعدا اشتباهات رخ داده اینا همه نامه هایی که برای حضرت فرستاده بودن این هم میتونه لحاظ ظاهری نه که حضرت نفهمه که چه اتفاقاتی قراره براش بیفته خب این مشخص بوده اما به اصلاح ظاهریش میشه گفت که نامه یکی از دلایل بوده که حضرت حرکت کرده از مدینه به طرف مکه و همچنین به طرف کربلا و کوفه. عرض خوش آمد مجدد دارم به برنامه خودتان برنامه به وقت بیداری با موضوع زمینه ها و عوامل قیام امام حسین در خدمت شما و کارشناس محترم برنامه خوش تلسلام و المسلمین آقای حاج ساجدی هستیم خب همطور که عنوان برنامه موضوع برنامه هست چه عواملی باعث شد که امام حسین قیام کنه در زمان حکومتی از این دلائل قیام عبی عبدالله الحسین علیه السلام, السلام را میشه در چند مورد و چند موضوع مورد بررسی قرار داد یکی سخنان خود حضرت وقتی که در جای جای حرکتشان از مدینه منوره که میشه گفت آغاز یک اعتراض ابی عبدالله و آغاز قیام حضرت را میشه از خروج مدینه استشمام کرد و با ورود به مکه مکرمه رسانه ای ساختش چون واقعا کار حضرت بسیار دقیق و حساب شده بود و در میانه اعمال حج اعمال حج را رها کردن و به سمت کوفه حرکت کردن خودش این جریانات را ابی عبدالله علت قیام را و عوامل قیام خود را در مسیر بیان می با حرکاتی که انجام ده اعمالی که انجام میده بله بله. حج یعنی تمام اعلام میکنه به سمت کوفه میایه این حرکت اهمیتش نمادین برای نمادین بارک الله این یکی اهمیت قضیه بود یکی جملاتی که در بین این سفر حضرت بیان میکنه, بیان میکنه. حتی یک تعبیر خیلی زیبایی داره وقتی که از مکه مکرمه حرکت میکنه یک نگاه قشنگ خود را به مرگ هدفمند بیان میکنه میفرماید مرگ در گردن انسان مثل گردنبندی است بر گردن دختران جوان مره. که چگونه درخشش داره و چگونه مره. زیبایی داره مرگ اگر مردی بگو نزد منای تا در بگیرم مره. مره. تنگ تنگ جواب سوال شما یکی در جملات ابی عبدالله مشخص میشه بله. و حتی مرگ هدفمند بیان میشه یک وقتی در یکی از این یک کشورهای اروپایی من یک آب معدنی رو دیدم از یکی از فابریکه های غیر اسلامی اتفاقا بله. نوشته کرده بود ببینید علت قیام را الان ما داریم از زبان دیگران میشنویم نوشته که روی آب معدنی بنوش بیاد آزاد مردی که در سرزمین کربلا تن به مرگ داد اما تن به زلت, زلت نداد فیاس یوف خوزینی حتی تعبیر حضرت این روایت منقول از حضرت هست و منصوب به حضرت هست فرمود چون مرگ من هدف مند است فیاس یوف خوزینی بید من را دریابید کلماتی که است چه در برنامه امشب چه در برنامه که فردا شب در محضر شما خوبان انشاءالله اگر توفیق باشه هستی کلمات عبی الله که مم. فکر میکنم ای را باسترش خواهیم کرد و در ای راستا صحبت خواهیم کرد اما اجازه بده نگاه تاریخی به قضیه پندازی چه عواملی باعث شد که این حرکت صورت بگیره یکیش قبل از وقفه بیان کردیم زحمات امام حسن, امام حسن مجتبا علیه السلام بینندگان با کرامت عزاداران سید و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام خیلی می طلبت که در جریانات سلام بر حسین ابن علی سلام بر امام مجتبا هم بدین اصلا کربلا قدم اول او به دست نازنین امام مجتبا این قضیه و این قیام زده شد این اولا دو و من حرکت هایی که خود معاویه انجام داد من یک نمونه شده خدمت شما بگم تا ببینیم علت قیام عبی عبدالله چی بود در صلح امام حسن و صلح معاویه تعهدات امضا شد که به قابل توجهی از این تعهدات عمل نشد و حسین ابن علی اعتراض نکرد و با وجود این که این تعهدات زیر پا گذاشته شد هم امام حسن علیه سات و سلام صبر کرد و هم حسین ابن علی قسمت اعظم زندگی امام حسین علیه سات و سلام در زمان صلح رد شده من. یک بخشش در قیام گذاشته من. تا که یک مورد دیگه فریاد ابی عبدالله را بلند کرد اون موردی که حضرت در وقتی که معاویه حتی در زمان حیات خودش تقاضا میکنه که با یزید بیعت بکن این تعبیر حضرت که چه در او زمان چه در مسیر حرکت چه در زمانی که والی مدینه میایه به حسین ابن علی علیه السلام در زمان یزید دوباره پیام یزید را میرسانه فریاد زد که و الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت و مثل یزید ابن معافیه باید فاتحه اسلام را خان. سلام در لغت عرب هم موقع ابتدا مطرح میشه هم دیدی خطبا وقتی انتها تمام که میکنن میگن و السلام, و السلام علیکم, علیکم و رحمت الله یا موقع نماز میگن السلام علیکم و رحمت الله این این سلام خداحافظی است مردم افغانستان هم یک عادت خوب دارن وقتی که تلفنی صحبت میکنن آخرش هم میگن سلام, سلام علیکم یعنی خداحافظ شما و علی الاسلام السلام یعنی خداحافظ از قد الامت و مثل یزید ابن معاویه یکی از دلائل مهم قیام عبی عبدالله ازاداران سید و علیه و السلام این بود که حکومت داری یک ظالم به دست میگیره لذا معاویه وقتی که معاهده های دیگر زیر پا گذاشت و با صبر امام حسن و با صبر امام حسین روبرو شد اما وقتی که میایه در مدینه بعد از شهادت امام حسن مشتبا علیه و السلام و سلام در مدینه و در مدینه با چهار نفر از بزرگان مدینه یا با سه نفر از بزرگان مدینه ملاقات میکنه یکی از بزرگان حسین ابن علی علیه و السلام است و, و تابیر عجیب بین امام حسین علیه السلام و معاویه رد و بدل میشه که معاویه او را به سمت بیعت با یزیدی که هنوز معاویه زنده است به عنوان ولی عهد دعوت میکنه اینجا فریاد عبی عبدالله بلند میشه اینجا دیگه حضرت سکوت نمیکنه اینجاست که حضرت جملاتی داره که تو در تعهدات رعایت نکردی و مطالبی در رابطه با شخص یزید مطرح میکنه که خب شیعه و سنی اطلاع دارن میدانن شخصیت یزید ابن معاویه را مطرح میکنه و به معاویه توصیه میکنه که این کار را نکن این کار را انجام بدی ما سکوت نمیکنم و ما حرکت میکنم و حتی معاویه میگه من سال خواه تو هستم من خیر خواه تو هستم تو حرفایی که در رابطه با یزید میزنی اگر شامیان حرفای تو را بشنون قطعا بر علیه تو اقدام میکنن و بر علیه تو مبارزه خواهند کرد موازن. و این سخنان را در رابطه با یزید نزن و حسین ابن علی اینجا میفرماید سکوت من در برابر یزید و در مقابل یزید و در برابر زمامداری یزید که تو از الان داری خای روزی این قضیه رو میکنی شرکت و شراکت در این جنایت است یک عامل عمده پس دو تا عامل رو گفتیم یک عامل سخنان حسین ابن علی بود که ممکنه در برنامه فردا شب برسیم یک عامل هم جریانات تاریخی صلح امام حسن و حرکاتی که معاویه صورت داد بلد. که باز در خدمت شما هست صلاحیت نداشت از دیدگاه حضرت امام حسین علیه السلام که یزید خلیفه مسلمین باشه یا ای خلافت یا حکومت به دست بگیره و یک از عمدهترین ترین و اصلی ترین علت قیام همی موضوع بود آیا موضوع دیگریم هست علت های دیگریم هست که دلائل بسیار زیادی میتونه به عنوان عوامل و مسائل ایجاد یک زمینه بر قیام باشه یکیش اینه که اصلا شما ببینید در جریانات حکومت حتی در زمان معاویه قابل ها حتی در زمان معاویه حکومتداری از حالت ادالت مهوری به سمت خفقان مهوری حرکت کرد این خفقان در آن زمان وجود داشته باعث شده که یک از علت های دیگری است که میتونه که علت ها دلیل, و دلیل قیام, باشه. قیام باشه مثلا در بعضی از جملاتش میگفت که شما محکوم به کشته شدن هستید منه. و من محکوم به کشتن هستم و اگر تیغ را شما قرار میدهم این خاص خداست یه حرفای معاویه است این خاص خدا خب اوج خ... خفقانه و جالب اینه و جالب اینه بسیاری از مردم هم پذیرفته بودن مثل،, مثل, جریانی که بعضی از ظالمین امروز هم همین رج... مستمسک خود قرار میدن اصلا مردم پذیرفته بودن که باید محکوم به کشته شدن باشند و معاویه محکوم بر کشتن باشند و این جریان خفقان محوری، یک دلیلش بود باز ما فکر میکنم تا وقفه اگر وقت داشته باشه ما چندین جریان دیگری هم میتونیم در این قضیه مطرح بکنیم که من فکر میکنم برسیم برای بعد از وقت یک میان برنامه ببینیم آره. یک میان برنامه ببینیم باز ادامه بحث شماز. دو عزیز یک میان برنامه میبینیم بس بسیار جذاب شد ان شاء الله برمیگردیم بعد در رابطه با این بحث گپ میزنیم یا صاحب الزمان شود یا که شبی بر دل من یار شدی یار این خسته غم دیده بیمار شدی سینه غم زده ام بهر تو سوزد همشه دل من آب شده کی تو پدیدار شدی با کلافی بنشستم سر بازار رخه کی تو ای یوسف من بر سر بازار شدی همچو یعقوب شده دیده ام از درد فراق کی به پیراهن خود نور شب شد تا شدی هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خری هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید شود آیا که مرا هم تو خریدار شدی ز غم غربت تو شام غریبان شده دل ز غم غربت تو شام غریبان شده دل چه شود گر تو مدد کار دل زار شدی شعله خیمه آتش زده گوید که بیا زائر بی کفن. بی سر و خنبار شوی اللهم عجل لولی کل فرج بسیار بسیار خوش آمدین به استودیوی برنامه به وقتی بیداری امیدوار هستم که تا اینجای برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه با موضوع علت و علت های قیام امام حسین در خدمت شما دوستان عزیز و همتون، همچنین کارشناس محترم برنامه حاج ساجدی هستیم خب حاج قبل از میان برنامه یکی از علت ها را موضوع خفقان صحبت کردیم بسیار بسیار در زمان ماویه خفقان بوده خب و حتی مثلا در زمان یزید هم این خفقان بوده و ادامه داشته خب چرا امام حسین در اون زمانی که که در دوران حکومت معاویه این خفقان ایجاد شده بود گفتین که معاویه میگفت که ما از تیغه به گردن شما میذارم و این دستور از طرف خداست که من شما رو بکشم من آمدم که شما رو بکشم و شما باید کشته شویم با این مفهوم خود چرا مثلا آن زمان امام حسین بر علیه این خفقان قیام نکردن شاید نکته دقیق شما گفتین ببینین خیلی از عوامل در زمان معاویه هم بود انصافا منده. حتی یک نکته دیگه در کنار خفقان امنیتی خفقان امنیت روحی رم خدمت شما بیان بکنم منده. انقدر لعن بر علی ابن عبی طالب در خطبه های نماز جمعه در شام بیان می شد که حتی در یکی از این جریانات خطیب یادش رفت، مردم برگشتند سمت خانه ها دوباره اساکر آمدند به مردم گفتند برگردین خطیب کار داره اینا را در یک نقطه از شهر برگرداندند و خطیب بر فراز منبر که ساختند رفت و گفت مردم و یادم رفت صبه بر علی بکنم استغفر الله ربی و اصول علی حتی استغفار کرد و قضاء سبه بر امیرالمؤمنین را انجام داد و دستور دادن که همون یک مسجدی درست کنند به شکرانگی ای که در اونجا این امام جمعه یادش آمده به نام مسجد و ذکر بله. مسجد یادآوری خب این این خفقان ها چه خفقان های امنیتی چه خفقان های امنیت فکری و روحی در زمان معاویه ای بسا بیشتر بود اما چرا در قضیه چند شدن بحث اینی که خلافت به دست یزید بیفته حسین ابن علی سکوت نکرد اینجا همین بس همین همی, همی سوال برای من مطرح هست آه. خب این خفقان وجود داشته مردم این روحیه رو داشتن و این رو پذیرفته این خب مثلا بعد از معاویه وقتی که یزید قرار خلافت بدست بگیره خب مردم همون روحیه رو داشتن مردم هم همون مردم بوده تغییری نکرده بوده دقیقا. چجور این علت و این فضا ایجاد شده که امام حسین قیام کنه اینجاست که بحث سرپرستی و سرگروهی و خلیفه بودن اهمیتش صد چندان میشه یعنی درست در بعضی از امور ممکنه شرایط ایجاب نکنه و یا حتی ممکنه صلاح باشه برای ای که خون مسلمانها هدر نره بله. در بعضی از جاها بشد با بیعت آرامش داشت اما وقتی در رأس امر کسی قرار میگیره که توضیح میده حسین ابن علی و هو شارب الخمر بله. و او شارب به خمر است و معلن به گناه است ببینید یک دفعه است که یک خلیفه ای در خفا معصیت میکنه خب او خودش میدانه و خدای خودش من. حتی قاضی هم نمیتونه به خاطر ای که او در خفا کسی مرتکب معصیت بشه او را به دادگاه بکشانه اما وقتی علنی میکنه فسق را این فسق علنی یزید باعث شد که این اقده های چرکین سرباز بکنه من به نتیجه مثلا برای من یک, یک،, یک مشکل ایجاد میشه یک مثلا لحاظ روحی به خصوص مثلا وقتی که فکر میکنم به قضیه در زمان معاویه معاویه دستور داده که, که مثلا لحن حضرت امیر المومنی نبکنیم اما مثلا قیام نمیشه امام حسن صلح کرده به خاطر صلحش سکوت میکنه امام حسین هم تا به امر امام حسن صلح میکنه در او زمان وقتی که چنین چیزی شما گفتین که مثلا می مردم میخوانه اسکرو میگه که بیاین مثلا او خطیب استغفار میکنه که من لند نکردیم لعن میکنه خب چرا چرا چطور تحمل برای امام حسن بوده و امام حسین بوده که عهد چون عهد از خود بالاخره یک سلسله قوانینی داره با رفتن معاویه این عهد شد شکسته چون, در... چون در عهد مهمترین مسئله در این ارز کردم قبل از وقفه هم گفته در این معاهده چندین عهدنامه نوشته شد و خیلی هم شکسته شد خیلی هایش. ولی این شکسته شدنها باعث نشد که امام حسن قیام بکنه حتی امام حسین قیام باید. بکنه اما یک وقت هست که عهد شکسته میشه که محور اون عهد محور چی بود خلافت خلافت عهد محور خلافت بود و دو نکته مهم را باید معاویه رعایت میکرد یکی این که خلافت موسوری موروسی نباید باشه این خلافت موروسی نشدن مورد نگاه دقیق امام مشتبه علیه السلام بود این کم این و مورد دقت امام حسین بود و معاویه این را بست و دروازهش را قفل کرد و این عهد شکستان و متاسفانه این عهد را معاویه در زمان حیات خود پیش زمینی کرد و پیش زمین سازی ساخت و انجامش داد و به همین دلیل دیگه حجت بر حسین ابن علی علیه و سلام تمام شد این یک دو در کنار این که این فرقش با جریان امام حسن رو شما فرمودین در کنار این که عهد را معاویه شکستان و عهد اصلی را شکستان عهد اصلی چی بود مسئله موروسی نکردن مسئله نیاوردن یزید ابن معاویه که ارز کردم گناهان اون معلن بود قلنی بود مسئله دوم مهم بود مسئله دوم نامه هایی که از کوفه به من. حسین ابن علی علیه السلام رسید موانع مفقود شد مقتضی موجود شد تاریخ را که شما ورق بزنین در بعضی از تواریخ آمده که بالغ بر 20 هزار نامه بر حسین ابن علی نوشته شد در بعضی ها شانزه هزار نامه خب حالا اگر حسین ابن علی قیام نمیکرد اگر حسین ابن علی حرکت نمی‌کرد ممکن بود امروز مورد نقد یک ادعای قرار بگیره که آقا بیست هزار نامه یا ما کفش بگیریم بگیره شانزده هزار نامه با حسین ابن علی رسیده من. و مقتضی هم موجود بوده من. از اون طرف دیگه معاویه هم در آخرین لحظات و عمر خودش عهد را شکست و یزید را به عنوان خلیفه انتخاب کرد و مقتضی هم موجود شد که مقتضی در زمان امام مجتبا موجود نبود, نبود. و این مقتضی در زمان حسین ابن علی و در زمان حیات معاویه موجود نبود مقتضی کی موجود شد؟ حالت کی به وجود آمد؟ که وقتی معاویه این عهد شکنی اصیل را انجام داد وقتی این عهد شکنی اصیل را انجام داد شانزده هزار نامه یا بیس هزار نامه با حسین ابن علی علیه السلام رسید بله یک از مهمترین علت ها ارسال نامه های کوفیان بود که ام. امروز ما میتونیم انتقاد بکنیم بر حسین ابن علی که عوامل تشکیل یک حکومت الهی و عدل الهی برای شما فراهم بود چرا نرفتید چرا گذاشتید جامعه به کجروی حرکت بکنه و ابی عبدالله رفت و اتفاقا پیروز شد باید. ممکن بود پیروزی حسین ابن علی به دو نحو باشه یا حکومت را بگیره اینم پیروزی بود یا به این مدل و به این سیستم به شهادت برسه که حتی وقتی در مکه مکرمه به برادر خودش محمد حنفیه بیان میکنه که برادر من میبینم میبینم سربازان معاویه را که در سربازان یزید را که در اطراف خانه خدا تصمیم بریختن خون من دارن که بعد میشد یزید اعلان بکنه که یک عده او باش آمدن حسین ابن علی را من. کنار خانه خدا به شهادت رساندن و از همه بیشتر یزید مجلس عزاداری بر پا بکنه حرکت میکنه و مراسم مکه را رها میکنه و در سوقل جیشی ترین منطقه به مبارزه میپردازه پس حسین ابن علی قیام او یک نوع تشکیل حکومتی بود که قطعا پیروزی نتیجه او بود که تا به امروز ما میبینیم بله، بله، این نتیجه بله. این نتیجه رو که ما همیالی حالی میبینیم همونجور که شما تعریف کردین از یک از خاطراتون که در کشور اروپایی رفتین و روی بوتل آب یک چیزی رو دیدین خب دیگه علت ال... های بندازه یک دقیقه وقت داریم که اگر علت های دیگه وجود داره جنبندی یعنی بکنیم آره یک خیلی بطن. اگر ما بخوایم ان شاء فردا شب صحبت میکنیم بله بله. این عوامل قیام ابی عبدالله الحسین علیه السلام را مطرح بکنیم باز یکی از مهمترین عواملش که جنبندی کلی بحث ها بشه کجروی هایی بود که در بدنه و پیکره جهان اسلام اینجا شد این حکومتی که مافیا فرصت داده شد برای معاویه آه. و حکومت داری کرد و مردم هم دیدن که که نتونست و مثلا به اوج خرابی رسید قضیه به خرابی ام. رسید و این باعث شد که قیام امام حسین شکل بگیره خب دوستای عزیز من تشکر میکنم از حاج آقای ساجدی با صحبت های بسیار معقولی داشتن در این رابطه امیدوارم که شما هم استفاده لازم کرده باشین ما در این باره در برنامه فردا شب هم در خدمت شما دوستان عزیز هستیم امیدوار هستم که باز هم بیننده ما و برنامه به وقتی بیداری با موضوع زمینه ها و علت های قیام امام حسین علیه السلام باشید تشکر می کنم شما و همینطور از حاج آقای ساجدی شما را و به خداوند بزرگ و منان می امیدوار هستم که موفق و معید باشید